این دیر شود، هر ظلم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه بی گناهی زنجیر شود. نگذار نگذار این انقلاب سیاه‌ترین و شوم‌ترین و شرم‌آورترین روز تاریخ کشور ماست. این از قادسیه بدتره. قادسیه را اعراب تازی به ایران حمله کردن، آنها بیگانه بودن و کشور ما را فتح کردن، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه نجدیتر از قادسیه اول آفریدن. بزرگ است اهورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را. منش نیک را می ستاییم، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و مویه را، پایداری در برابر دروغ و فریب اهریمنی را. با درودهای فراوان به همیهنان گرامیم، پری سفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز آدینه 14 فروردین ماه 2723 ایرانی مادی، 2574 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی و برابر است با 3 اپریل 2015 میلادی. ای کژندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیره سری شما را می ستایند، دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریبکارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدین سان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند، به دوستی با کژندیشان رو می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدین سان شما با کردار بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به دروندان مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. شاید گناهکار با رفتار خود به کامیابی برسد و نام‌آور گردد، اما ای مزدا اهورا، تو که همه چیز را به یاد داری، با بهترین اندیشه ها آگاهی و میدانی، در پرتو شهریاری توست که در انجام آیین راستی فرمان روا می گردد. از این گناهکاران هیچ یک نمی داند، همان گونه که زندگی و آزمون گدازان آن می آموزد، پیشرفت از کار و کوشش است. ای مزدا اهورا، تو بهتر از همه از سرنوشت این کسان آگاهی. ای دنباد وطنم، ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
سر بلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها رگت امروز تشنه عشق است دل رنجیده خون نمیخواد دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود وطنم این شکوه پا بر جا التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست بگو خانم جاوید بگو مادر جاوید شاه چی می گفتی مادر ما را چه کار گر عربی را عرب بکن کاری تو را به کار زنان و وحب مباد من از تبار عالی کسرای عادلم فخرم به غیر این حسب و این نسب مباد جاوید شاه برو با درودی دگرباره هر کجا بانگ کثیف لا اله الا الله بسم الله و الله اکبر شنیدید بدانید که جنایتی دزدی شرارتی و فرومایگی و آدم کشی توسط یک مشت بربر مسلمان در حال انجام است. امیرحنان نازنین و گرامی من بشین و پاشو کشش بده دیروز به خط پایانی خودش فعلا در این بخش رسید و بعد از اینکه ساعت‌ها و روزها وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و به ویژه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا کری جان که 2 روز تمام و این 2 شب حتی تا بامدادان در حال گفتگو با آمریکایی کشان و ایرانی کشان و تروریسم گستران شعبه
داعش شیعی اسلام سرانجام دیروز فیل را هوا کردند. مطمئن هستم همه شما عزیزانم کم و بیش در پیوند با این خبر و نامش را گذاشتند تفاهم نامه، بعد گفتند تفاهم در یک باره یک چهارچوب، این که بعدن توافقی تا 3 ماه دیگر صورت بگیرد چه باید باشد، و بسیار سخنها گفته شد و نوشته شد، مصاحبه ها، تحلیل ها، و هر کسی از ظن خود شد یار من، چون در پیوند با خبرها و گزارش هایی که آگاهانه از سوی منتشر کنندگان آن اهریمنانه و فریبکارانه در دسترس افکار عمومی جهان قرار داده می شود، نتیجه همین می شود که هست فعلا از دیروز تا کنون. یعنی این تفاهم نامه که قرار است به یک قرارداد و موافقت نامه منجر شود و یک مدال طلا به سینه حسین اوباما آویزان شود، در هر حال همیهنان نازنینم با بسم الله الرحمن الرحیم غلام بچه محمد جواد که در برابر دوربین در کنار وزرای خارجه 5 به علاوه 1 تمام قد با آن چهره فریب کارانه یهریمنانه و تازی ایستاده بود و نمایندگی می کرد میهن بزرگ ما، میهن دردمند ما، میهن اشغال شده ما ایران را. و تنها می شود گفت بازی شرم‌آور، اما فقط به شرم‌آوری و دروغ ختم نمی شود. بازی است که می تواند بسیار خطرناک و مرگ‌آفرین باشد. خلاصه این فیل را هوا کردند و گزارش های بسیاری را هم میهنانم در این درباره این خبر به راستی میتوانم بگویم، گزارش های بسیاری را تا هر جایی که میتوانید تصورش را بکنید از دیروز من در این پیوند دنبال کردم، به هر زبانی که کم و بیش وارد بودم به دنبال این خبر دویدم، مطالب بسیاری را خواندم، دیدگاه های ایرانیان را موافق و مخالف، دیدگاه های اسرائیلیان، مقامات اسرائیلی را، و دیدگاه های گزارشگران و یا نشریات سرشناس اروپایی و آمریکایی را، هرچه را که بتوانید تصورش را کنید و در حد امکانات من قرار داشت، به یک نتیجه رسیدم. اکنون در اینجا که نشستم در برابر شما، من نمیدانم که این داستان تفاهم بر سر چه مسائلی است و جزئیات آن که عمدن افشا نشده است درباره چه موضوعاتی است. از سوی آقای کریجان وزیر امور خارجه آمریکا، در واقع سخنگوی حسین اوباما رئیس جمهوری آمریکا و خود پرزیدنت آمریکا و دار و دسته این ادمنستریشن که میخوانید و میشنوید، اینان در واقع خود را بسیار برنده احساس میکنند و سخنانی میگویند که در واقع این کردیم، آن کردیم، اینها را پای مذاکره کشاندیم و غنی سازی در واقع تحت کنترل خواهد بود، همه مراکز دیگر صرف غنی سازی نخواهد شد، فقط در یک جا این خواهد شد و آن خواهد شد و این درصد از سخنان آن سوی دیگر را، یعنی جنایتکاران مسلمان شیعه داعشی را که میهن ما را در دست دارند
و به نام ایران و ملت ایران سخن میگویند. سخنان آنان را میشنوید، آنانی که در دایره حسن کفتار بنفش و غلام بچه‌اش که وزیر امور خارجه او را میدانند و دار و دسته های آن قبیله تازی بسیار شادمانند، خود را پیروز میدانند. ما پیروز شدیم، آنها نتوانستند سانتریفیوژ های ما را تعطیل بکنند. عراق همچنان کار خواهد کرد، فردو همچنان کار خواهد کرد، سانتریفیوژ ها همچنان خواهد چرخید و کار خواهد کرد و مشتی هم دار و دسته قبیله دیگر که سر چپاول و گرفتن مقامات، آن هم برای دزدی های محمدی و تقسیم میان دار و دسته و قبیله خودشان مخالفت میکنند و یا انتقاد دارند و یا بازی زرگری را رهبر مفعولشان گفته است به این شکل ادامه بدهید. در واقع آنها میگویند بله، مثلا آن شکنجهگر معروف که ژورنالیست شده است و کیهان اشغال شده را به دست او دادند به نام حسین، او هم حسین است، شریعت مداری، این جنایتکار مثلا حرف او را همه بازتاب میدهند که گفته است اسب آماده زین کرده را داده ایم و افسار پاره گرفته ایم و از این دست. من حالا تلاش میکنم هم میهنانم بر پایه گزارش هایی که مفصل پرینت کردم و برنامه امروز هم 2 ساعته هست، تا انجایی که میتوانم و میشود مطالبی را به گونه کلی و یا در برخی از موارد با جزئیات با آگاهی شما عزیزانم برسانم و بعد دیدگاه های دیگری را هم مطرح خواهم کرد. ایران، اینجا ایران است دیگر، جمهوری اسلامی نیست. ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه 31 فروردین ماه 2 آوریل به تفاهمی برای ادامه مذاکرات و امضای یک توافق نهایی در ماه ژوئن دست یافتند. بر اساس این تفاهم ایران یعنی جمهوری اسلامی تنها 6000 دستگاه سانتریفیوژ حفظ خواهد کرد. خب همینجا من میپرسم از این نوابغ به ویژه نابغه بزرگ جناب رئیس جمهوری آمریکا که خیلی خودشان را نابغه میدانند، با 6000 سنتریفیوژ موافقت کرده اید شما، 5 به علاوه 1 و 1 به علاوه 5، خب چرا 5 سال پیش این کار را نکردید؟ 4 سال پیش چرا این کار را نکردید؟ پیشینیانتان چرا 10 سال پیش این کار را نکردند؟ ولی کسی نیست پاسخ بدهد. چرایش را ما ایرانیان، آن بخش از ایرانیان که عاقلند، فراموش نمی کنند، بیدارند، آگاهند، شبان روز مسائل و مصیبت های میهن اشغال شده ایشان را پیگیری کردند در این 36 سال. آنها می دانند چرا. این کشور در حال حاضر دارای 19000 سانتریفیوژ است. مرکز غنیسازی فردو به یک مؤسسه فیزیک هسته‌ای تبدیل خواهد شد و هیچ گونه مواد شکافتنی در آن نگهداری نخواهد شد. در پایان گفتگوهای 8 روزه میانه ایران، جمهوری اسلامیتان، جمهوری کارتریتان و جمهوری انگلیسیتان و جمهوری گوادلوپی محمدی ایران سوزیتان، میان جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه محمد جواد ظریف که خیلی هم ظریف است، وزیر امور خارجه ایران اشغال شده و فدریکو موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی متن تفاهم حاصل شده را اعلام کردند. به موجب این بیانیه غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فردو متوقف می شود. تأسیسات عراق با کمک بین المللی بازطراحی خواهد شد به طوری که پلوتونیوم لازم برای تولید سلاح اتمی را نتواند تولید کند. اینها را اینور می گوید و آنور چیز دیگری می گوید. فعلا اینور را دارم برایتان گزارش می کنم. 5 به علاوه 1 یعنی گوادلوپیان، یعنی آورندگان خمینی و اسلام
و اهریمن جنایت اسلام را بیدار کرده. آنان را میگویم فعلا از این سوست. و تأسیسات عراق با کمک بین المللی بازتر راهی خواهد شد، به طوری که پلوتونیوم لازم برای تولید سلاح اتمی را نتواند تولید کند. بر اساس همین تفاهم، مرکز نتنز تنها تأسیسات اتمی ایران خواهد بود و غنیسازی اورانیوم در آن تنها برای مصارف پزشکی و اهداف علمی و با همکاری بین المللی صورت خواهد گرفت. اورانیوم در این مرکز تنها تا سطح 3.67% غنی خواهد شد، یعنی 4% هم اجازه ندارند، چه برسد به 5%، چه برسد که گوهای محمدی زیادی که می‌خوردند 20% غنی می‌کردند. در ازای این تصمیم، اتحادیه اروپا و آمریکا بر اساس مقررات داخلی خود تحریم‌های برقرار شده علیه ایران را با توجه اینجا درست است، تحریم‌ها بر علیه ملت ایران است، چون جانیان دزدی‌هایشان را دارند و رهبران بسیار بسیار حقوق بشری غربی که 36 سال از این جنایتکاران پشتیبانی کردن را هم دارند. با توجه به اجرای تعهدات پذیرفته شده توسط ایران لغو خواهد شد و شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از اجرای شدن برنامه جامع اقدام مشترک کلیه قطعنامه‌های غربی خود را علیه ایران لغو خواهد نمود. بر اساس متن این بیانیه، تدوین پیشنویس برنامه جامع اقدام مشترک تا بازه زمانی 10 تیر در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و با نهایی شدن متن برنامه جامع اقدام مشترک در قالب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار خواهد گرفت. یعنی همان کاری که رئیس جمهوری آمریکا نقشش را کشیده است که در واقع دهان ملت آمریکا که نمایندگان کنگره، حالا سناتور و نمایندگانش آنجا هستن، را ببندد. در شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصمیم گیران اصلیش هم همین 5 به علاوه 1 هستند، که 5شان هم حق وتو دارند. بر اساس همین تفاهم نامه، پس از طی مرحله آماده سازی و همزمان با شروع به اجرای اقدامات هسته‌ای از سوی ایران جمهوری اسلامی در یک روز تعیین شده، لغو تمامی تحریم ها به طور خودکار به اجرا در خواهد آمد. این تفاهم اینک باید اساس مذاکرات آینده برای به دست آوردن یک توافق نهایی تا پایان جوان، یعنی 11 تیر ماه قرار گیرد. رؤوس مطالب هم میهنانم برای این چهار چوب که دوستان 5 به علاوه 1 را فریم میگویند، تعداد سانتریفیوژها از 19000 به 6104 دقیق هست، یعنی دقیق اندازه گرفتن رو ترازو که 6000 و مثلا 200 هم نه یا 5900 هم نه، 6104، اون چهارش هم دقیق اندازه گرفتن، که در 10 سال آینده تنها 5060 عدد از آنها اورانیوم غنی سازی خواهد کرد. تمامی سانتریفیوژها از نوع IR1 خواهد بود. خیلی مهم است این نکات. اینها میگویند ایران، من میگویم جمهوری اسلامی، چون باید راست گفت تا شنوندگان و افکار عمومی بدانند تکلیفشان چیست. ایران کاری نیست، ایران در دست جنایتکاران محمدی شعبه شیعی داعش اسلامی است، دوست و رفیق و حرامزاده های همین 5 به علاوه 1 در دست آنان اسیر است. جمهوری اسلامی موافقت کرده است به مدت دست کم 15 سال، یعنی اربابان گفتن دیگر چه میخواهی حرامزاده جان، دست کم تا 15 سال دیگر ما داریم اعلام میکنیم در مغز همه و بردگان ایرانی هم خواهد رفت،
که شما آنجا هستید، ایران به شما تحویل داده شده است، به قباله پدر عربتان نوشته شده است تا 15 سال آینده. موافقت کرده است به مدت 15 سال بالای 3.67% غنی‌سازی نکند. آنها هم میگویند چشم، آن تونل های زیر و کوه و زیر زمینی و مخفی و اینها که برخی ها را این اربابان میگویند بعد از 10 سال و 5 سال و نمیدونم 20 سال و 30 سال خبرش به ما رسید. مطمئنن دیگر به هم اعتماد دارند. جمهوری اسلامی موافقت کرده است به مدت دست کم 15 سال، 15 سال آنجا هستند و خیالتون راحت باشد، ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از مقدار 10,000 کیلوگرم کنونی به 300 کیلوگرم کاهش دهد. کاسه کاسه تحویلتان میدهند. تمامی سانتریفیوژهای اضافی ایران تحت نظارت آژانس ذخیره شده و تنها برای جایگزینی سانتریفیوژهای فعال مورد استفاده قرار میگیرد. اموال را هم دوستان نگاه میدارند، هرگاه لازم شد برای جایگزینی با آنها میدهند. جمهوری اسلامی موافقت کرده است که تا 15 سال هیچ تأسیسات غنی‌سازی تازه‌ای نسازد. پس آن همه ساینس و دانش و فضانوردی و برق دادن به همه جهان و دریاچه‌های خشک جاهای دیگر را که بی‌عرضه بودند، دریاچه‌ها و رودخانه‌هایشان خشک شده است و اینها با این همه ساینس و اینا می‌خوان بروند راه بیاندازند، چه می‌شود پس؟ ایران را می‌بینید؟ هنگامی که اینها آمدند یکی دو تا دریاچه کوچک و بزرگ و چند تا هم تالاب داشت، اکنون 1,000,000 دریاچه دارد. بله، جمهوری اسلامی تأسیسات خود در فردو را تبدیل می کند به نحوی که دیگر برای غنی‌سازی اورانیوم به کار نرود. فردو را، سوراخ سنبه های دیگر را که مخفی کرده است که کسی نمیداند یا میداند، یا شاید شما بعدم بیایید بگویید عکس های هوایی گرفتیم باز کشف کردیم. بالاخره باید ببینید مورد کجا، رویدادهای منطقه چه میشود، باله سنی را که راه انداخته اید آنها چگونه همکاری هایشان نتیجه خواهد داد، کدام طرف را دوباره اندکی همچین پایین ببرید تا تعادل برقرار شود، اگر لازم شد دوباره آن طرف را کفش را سنگین کنید. 8 سال جنگ ایران و عراق را که ما به یاد داریم، گوادلوپیانه، دروغگوی 1,000 چهره که نه این ببرد و نه آن ببرد و این از اون بترسد و اون از این بترسد و ما اسلحه بفروشیم و نفت و گاز را هم غارت کنیم. حال چند تا ایرانی مردن، چند تا عراقی مردن، سوریه یا تیکه تیکه شدن، یمنی ها اکنون دارن تکه تکه میشوند، نصف آمریکا را، نصف آفریقا را جنایت و آدم ربایی و ریپ و قتل و غارت و انفجار گرفت. مهم نیست، فقط تو کشورهای ما نیایید، یکی دو تا که پیدا میکنیم همه را دستگیر میکنیم. جمهوری اسلامی موافقت کرده تا تأسیسات فردو را به نحوی تبدیل کند که تنها برای اهداف صلح‌آمیز به کار گرفته شود، یعنی مثلا به تحقیقات هسته‌ای، فیزیک، فناوری. جمهوری اسلامی به مدت 15 سال هیچ مواد شکافت پذیری در فردو نخواهد داشت. و و و جزئیاتی که نوشتند. تعهد کرده است برای 10 سال تنها با استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول خود در نطنز غنی‌سازی کرده و تمامی سانتریفیوژهای پیشرفته خود را برمی‌دارد.
بازرسی ها چگونه خواهد شد و درباره شفافیت توضیح دادند. بازرس ها سرزده خواهند رفت و از آنجا بازدید خواهند کرد، تحت نظارت مستمر قرار خواهد گرفت و و و و درباره راکتور عراق توضیح دادند، آب سنگین عراق که چه خواهد شد، بازسازی خواهند کرد، از نو طراحی خواهند کرد اربابانشان گوادلوپیان به نحوی که پلوتونیوم سطح تسلیحاتی تولید نکرده و تحقیقات و تولید رادیو ایزوتوپ را امکان پذیر کند برای جنتی و برای لواطکاران و واعظ طبسی و رسمنجانی و خاتمی و حسن کفتار بنفش و رهبر مفعول و ژنرال فیروزآبادی و ژنرال سلیمانی، همه دانشمندان نامبروان در جهان و همه مستحق نوبل، از نوع نوبلی که یاسر عرفات و کارتر و این اواخر هم پرزیدنت آمریکا حسین اوباما گرفته است. آب سنگین انباشت نکرده، تمام آب سنگین باقی مانده را در بازارهای بین المللی به فروش می رساند. به مدت 15 سال هیچ راکتور آب سنگین دیگری را نخواهد ساخت. و نکات بسیار دیگر همیهنانم، خواستم فقط مقداری درباره آن جزئیات این مسئله هم که بازتاب دادند شما در جریان باشید، چون اکثر رسانه های فارسی زبان مانند بقیه موارد که در پیوند با میهن ما هست بیشتر بیزداران اسلام و جیرخاران جنایتکاران ایران سوز در ماسک های مختلف و استاد اینجا و پروفسور آنجا و متخصص اینجا و متخصص آنجا و اکنون همه متخصص اتم اتم شدند. حال میرسیم به واکنش، در واقع میشود گفت شخص اصلیه که مذاکرات را به اینجا کشاند و در واقع از روزی که آمده است و در پست ریاست جمهوری آمریکاست بلای جان ایرانیان شده است و ایشان هم ترمز ندارد در این پیوند، یعنی تخت گاز می رود. برخی از منتالیتی ها این گونه است، یعنی به جایی می رسند که جز تخت گاز کار دیگری نمی توانند بکنند. ایشان هم از آن منتالیتی ها دارد، ترمز دیگر وجود ندارد. من گفتم و من کردم و من قلم دارم و من رئیس جمهورم و من وتو میکنم و من چه میکنم و من چه میکنم. با این منتالیتی ها نمیشود کاری کرد. رئیس جمهوری آمریکا این تفاهم صورت گرفته را تاریخی توصیف کرده است. و از منتقدان میپرسد آیا شما واقعا فکر میکنید، رئیس جمهور آمریکا میپرسد آیا شما واقعا فکر میکنید که این توافق قابل راستی آزمایی اگر کاملا با آن عمل شود؟ این همین که اگر راستی آزمایی و اینها را که ایشان حالت حواله میدهد دیگر، شرط اندر شرط و اگر و اگر و مگر، که این توافق قابل راستی آزمایی اگر کاملا با آن عمل شود، در حالی که از حمایت قدرت‌های جهانی برخوردار است، بدتر از خطر برپایی یک جنگ دیگر در خاورمیانه نیست؟ حضرت پرزیدنت آمریکا، حضرت محترم، این چگونه استدلالی است که شما به اعتراض ها در پیوند با
میدان دادن به تروریست های آدم کش محمدی، به آمریکایی کش ها که تاکنون مستقیم و غیر مستقیم هزاران فرزند آمریکا را کشتند، به قاتلان ملت ایران که بیش از 36 سال از قتل عام کردند، ریب کردند، تازیانه زدند، دست و پا بریدند، دزدیدند، غارت کردند، اسید پاشیدند، چاقو زدند، دشناجین کردند. شما به این جنایتکاران آب توبه و رسمی شدنشان را به سرشان می‌ریزید، به شما اعتراض می شود و نقطه اتکای جناب عالی برای اینکه دیگران و مخاطبینتان را قانع بفرمایید در این چند هفته و چند ماه گذشته بارها به عنوان رئیس جمهوری بزرگترین قدرت جهان و بزرگترین دموکراسی جهان بارها فرموده اید آیت الله خامنه ای مفعول، مفعولش را شما نمی گویید، ما ایرانی ها میگوییم، فتوا داده است. شما که بنیاد استدلالتان فتوای تقیه کنندگان، باورمندان به دروغ، به جنایت، باورمندان به فریب کفار، تا هنگامی که ضعیفی لبخند بزن اما چاقو و خنجرت را پنهان کن، در نخستین فرصت شکمش را پاره کن و زن و بچهش را ببر، این محمدیانند. شما خوب که میشناسید محمدیان را. انتقادها به شما این است، توافقی خوب اگر هم با جنایتکاران میروید باید به گونه ای باشد که گوش این تروریست های آدم کش کشیده شود، باید همه درها را به روی این جنایتکاران ببندید، باید از ملت اسیر ایران پشتیبانی کنید، باید هنگامی که این مردم با آن همه خطر، با آن همه بدبختی برپا خواستند، از آنان پشتیبانی می کردید. حال چه کسی گفته است که توافق نکنید یعنی بمباران کنید ایران را؟ یعنی هم حربه اتان است؟ یا گمان می کنید مخاطبینتان نادانند جناب نابغه؟ چه ربطی دارد؟ آن جنایتکاران با این تحریم ها به هزاران مشکل برخوردند و شما دارید آنها را از این تنگنا و مخمصه بیرون می آوری که همچنان بمانند و همچنان ایرانی بکشند و همچنان انسانهای دیگر را در آن منطقه با گروه های جنایتکار تروریستی که دارند یا مزدورانی که خریدند بکشند، منفجر کنند و در آن منطقه آسایش و آرامشی برای هیچ ملتی نباشد. آنانی که میخواهند شما ایران را بمباران کنید از جنس همان ایران سوزانی هستند که کارتر و اربابش آن افریت انگلستان بر سر ایران چیره کرده است. ایران اسیر و گرفتار است و ملت آن در هزاران رنج و محرومیت، فقط بمب‌های گوادلوپ را کم دارد دیگر. او فرموده است اگر، بازم اگر، تفاهم لوزان، حالا خوب است که لویزان نیست، لوزان در نهایت به توافق نهایی و جامع بیانجامد، آمریکا، همپیمانان آن و جهان امن‌تر خواهد شد. خب پس شما اگر چشم بسته به برادران شیعه‌تان باور دارید،
بروید جلو، گاز بدهید تخت گاز. مگر این حسن کفدار بنفش همان حسن کفدار بنفشی نیست که چند سال پیش از همین وزرای خارجه عزیز گوادلوپی را در کاخ سعدآباد اشغال شده توسط تازیان دو سه روزی مذاکره نشستن و بعدن در خاطراتش علنی گفت فریبشان دادم؟ مگر این همان نیست؟ آها، اکنون که حضرت آیت الله خامنه ای به شما گفتن فتوا دادند، قابل اطمینان شدند. امشب فتوا میدهد، حرام است. فردا فتوا میدهد، حلال است. چون اسلام است، چون اهریمن است، چون خود دروغ است و زاده دروغ است، چون لجن است و لجنزار. رویترز گزارش می‌دهد باراک اوباما می‌گوید سه گزینه پیش روست: اول، توافقی ستبر با قابلیت راست آزمایی ماننده این. دوم، می توانیم تأسیسات اتمی ایران را بمباران کنیم، در نتیجه جنگی دیگر در خاورمیانه شروع کنیم و برنامه اتمی تهران را چند سالی عقب بیاندازیم. سوم، کنار کشیدن از مذاکرات و پیدا کردن کشورهایی که به تحریم ایران می پیوندند و امید داشتن به بهترین پیش آمدها. و او افسوده است توافق بهترین گزینه ما تا کنون است. 36 سال است ملت ایران زیر تیغ جلادانی که کارتر و نجس‌های گوادلوپ بر آنان تحمیل کردند، البته بر پایه خیانت بسیاری از درون همان مردم آن سرزمین و یا مغز باختگان که بردگان اسلام تازی کثیفند بدون آن که بدانند. ملت ایران دیده است 36 سال در هر مرحله‌ای که این رژیم به دشواری برخورده است و امروز و فرداست که بسیارانی پیش بینی می‌کنند مردم به میدان خواهند آمد. دست‌های غیبی گوادلوپیان هر بار از یکی از این عزیزان گوادلوپ پیشگام می‌شود و بعد همه دست به دست یکدیگر می‌دهند و این روس بیزادگان جانی مسلمان شیعه داعشی را یاری می‌رسانند که بمانند، که بمانند، بدزدند، بکشند و جنایت اسلام را بگسترانند. رفتار شما را فقط برای نمونه بسیار ساده است، برای درک منتالیتی فرد شما و شخص شخیص شما فقط یک نمونه کافی است. رفتارتان با اسرائیل، متحد سنتی دیرپای همیشگی مهم ایالات متحده آمریکا، جناب عالی یا رؤسای جمهور دیگر موقتی هستی، 4 سال 8 سال میایید و میروید، ایالات متحده آمریکا. و رفتارتان با نخست وزیر اسرائیل خوب است یا بد است را من کاری ندارم، تنها کشور دموکرات واقعی در آن منطقه، بنابراین نخست وزیر منتخب ملت اسرائیل، رفتارش را با او، بعد رفتار شما و فرستادگانتان با آمریکایی کشان، با شکنجهگران، با جنایت گستران و ترور گستران و بشین و پاشوهایتان
با این جانی. وزیر امور خارجه شما دست میدهد با دستانی که بسیار خون ایرانی و آمریکایی با آن دستان چسبیده است. منتالیته شما را نشان میدهد، روحیه شما را. برایتان هم مهم نیست که این به توافق برسد نرسد، کش پیدا کند تا سه ماه دیگر چه بشه. باید میتونه باز دوباره کشش بدهید با حرفای دیگر، انشاهای دیگر، های و هوی و فیل هوا کردنهای دیگر تا این دوران شما به پایان برسد و شما این مدال طلا را برگردن داشته باشید. بعدن جنگی شد، خون ریزی که به این بدبختی به این جاها کشانده اید دیگر شما نیستید. ببیشه میفتد به گردن جمهوری خواهان، چون به احتمال زیاد حکومت بعدی جمهوری خواه خواهد شد. اما اونهایی که میگن آنها فقط جنگ طلبند و چی هستند و چی هستند، دموکرات ها همه حقوق بشری هستند، ارث میگذارید واسه بعدی. فقط شما با آن مدالی که نیامده، مدال صلح و حقوق بشر به گردنتان آویزان کردن، یک مدالی هم که بگویید بعد از 36 سال با دشمن آمریکا من بودم که گام برای مذاکره گذاشت و از آدان رمضان برایشان گفتم. بعد سرباز میهن نازنین و گرامی من، من که اصلا فراموش کردم، درود بر شما گرامیان من. سرباز میهن عزیزم $100 اعلام یاری کردن در پاسخ مچه همسنگر نازنین من بانو کردیه سخاوتمند و میهن پرست. درسته در برنامه پیشین بانو کردیه عزیزم $500 اعلام مچ کردن در آخرین دقایق، که اکنون سرباز میهن عزیزم که با بزرگواری حواسشان به همه چیز سنگر بیداری هست و همواره مراقب سنگرند، نخستین یاری هستند که $100 پاسخ میدهند. درود فراوان بر ایشان و بانو صفاری یگان روشنگر دلاور سنگر بیداری. با اعلامیه صادر شده توسط حکومت اسلامی و 5 به علاوه 1 رهبر تقیه کنندگان و خود کنندگان مسلمان راستین که فعلا در ایران حکومت می کنند، ظاهرا جام زهر را سر کشیدند و برای گول زدن رسانه‌های خارجی، حرامزاده های تازی زاده شده در ایران و مزدوران خود، فروش فاحش صفت خود را به خیابان ها ریختند که با دلغک بازی و نشان دادن شادی بسیار که رژیم ادعا کند مردم ایران از این قدرت نمایی رژیم، یعنی جلادان و ریپیست همان مردم، بسیار خوشحال و خرسندند. توف بر محمد روانی و همه امام ها و امامزاده ها. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر سرباز میهن نازنینم، دقیقا درست اشاره کردید. درباره این مطلب هم باز مطلبی دارم و در هر حال 13 بدر امسال ما 13 بدری بود که نوروز سوزان و 13 بدر سوزان و جنایتکاران عرب مسلمان شیعه چیره بر ایران به همراه اربابان گوادلوپیشان در لوزان، نه لویزان، در لوزان 13 را بدر کردند. بله، بعد خبرگزاری های گوادلوپی تیت زده بودند: تفاهم در لوزان، رقص و پایکوبی و شادی در ایران. مثلا آنانی که در خیابان با آن اتومبیل های آخرین مدل، موتورسیکلت های چند ده میلیون تومانی و با آن سر و ریخت برای انتخابات حسن کفتار بنفش و حتی برای شیپیشک زیر دوم بزغالان تروریست احمدی نژاده و قبل از اون روسپیزاده خاتمی و بعدن همه این آزاد میگذارن که همه شیک و پیک و خیلی همچی هالیوودی بیایند و رای بدهند و صف بیستند و بعد لازم شد پرچم اشغال ایران که نشان عنکبوت و کثافت در وسط آن گذاشتند رو به دست بگیرن و شادی کنند.
که میلیارد 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 را در این 12-13 سال گذشته فقط یک قلم صرف حق مسلم ماست، انرژی هسته‌ای که اکنون بیایند بگویند تفاهم هسته‌ای حق مسلم ماست، دیگر انرژی هسته‌ای نمی‌خواهیم. آنان ملت ایران نیستند، آنان بردگان مغز باخته حقیر شده فقط به خود و سوء استفاده هایشان در دستیاری با این رود فروشان پست رزل فرومایه و مستراح بر سران تازی برای منافع خودشان. آنان ملت ایران نیستند. از یارانی که ما یاریشون رو دریافت کردیم، نام یاران رو بخوانم. با سپاس از گرامیانم، یاران عزیزی که ماهانه ما اونها رو چارج میکنیم، درود بر تک تک یاران. و بانو منیژه عزیزم، یاریتان دریافت شد. کاظم عزیزم، یاریتان دریافت شد، ماهانه رو واریز کردید به حساب، سپاسگزارم. نوید عزیز و نازنینم، یاریتون دریافت شد، چک رسید عزیز من. سرباز میهن گرامی من، یاری سخاوتمندانتون مانند همیشه دریافت شد. بانو کارمن و کتبان منوچهر عزیزم، یاری ماهانه رسید عزیزانم، سپاسگزارم. کتبان رستم نازنین، یار گرامی من از اروپا، یاریتان را ما چارج کردیم رستم عزیز، سپاسگزارم. بانو ماندانا پنج عزیزم، یاری ماهانتون برای ماه گذشته، ماه مارچ واریز شد، سپاسگزارم، رسید. سرباز بابک خرمدین، یار نازنین ما که همواره در کنار سنگر بودند و هستند و هر از گاهی یاری رساندند، اما با هم گفتگو کردیم چند روز پیش و فرمودند ماهانه هر ماه 50 دلار یاری خواهند فرستاد. یک جهان سپاسگزارم سرباز بابک خرمدین، چکتون رسید نازنین. و امیدوارم نام یاری رو از قلم ننداخته باشم، که خیالشون راحت باشه ما یاری هاشون رو دریافت کردیم. و گرامیان من، هم میهنانم، در ضمن میدانید که ایستر فرا رسیده است. امروز گود فرایدی بود و تعطیلات ایستر هست این یکی دو سه روز آینده، و همچنین آغاز جشن پسح، جشن آزادی برای همیهنان یهودی باورمان، گرامیانمان، عزیزترین های ما، بهترین همیهنان ما، چه در اسرائیل هستند فعلا، چه با آمریکا و یا هر گوشه دیگر جهان گرفتند، همواره نگاهبان ایران و فرهنگ ایران بودند. شاد باش میگویم این جشن های شاد رو که همزمان است با نوروز زیبا و درخشان همه ما ایرانیان، همیهنان مسیحی و گرامی من، ایستر عید پاک بر شما شاد و خجسته. در هر حال گرامیان من، همیهنانم، فراموش نکنید سرباز میهن عزیزم نخستین پاسخ رو دادن. بانو کردیه عزیزم 500 دلار اعلام مچ کردن، 100 دلار اون رو سرباز میهن تعهد کردن. ما 400 دلار نیاز داریم که بتوانیم بزرگ مهری همیشگی و فداکارانه بانو کردی عزیزم رو برای سنگر که در شرایط مالی بسیار بسیار بدی است داشته باشیم. و برنامه امروز آنگونه که میبینم با مطالب بسیاری که داریم، هم میهنانم، با اینکه آماده کردم در واقع وسایل قرعه کشی و همه چیز رو، اما گمان میکنم قرعه کشی گردن آویز رو بگذاریم برای سه‌شنبه آینده که زمان بیشتری داریم و به ویژه فشردگی مطالب کمتر از امروز هست، چون این مسئله بسیار بسیار مهمی است برای ما ایرانیان به ویژه. از آریای نازنینم، اتچمنتی رو عزیزم براتون فرستادم، با هم میبینیم همیهنانم. یکی دو سه بار قبلا اون رو پخش کردیم، در واقع تدوین و تهیه آن با کوشا یار نازنین و گرامی ما هست،
که برای سنگر خودشان سنگر بیداری همواره سودمندترین روشنگری ها را می نویسند و من برای یاران بازخوانی می کنم و یا همواره زحمت تهیه و تدوین و ادیت و تدارک کلیپ هایی برای سنگر بیداری رو انجام می دهند. درود بر دوست و یار نازنینمان کوشا جان. باید فراموش نکنیم هم میهنانم چرا به این موها که سیاه فرو افتاده ایم. شما ببینید همین گروهی که به خیابان آمدند و شادی کردند، بسیارانی میگویند خب قابل درک است، مردم از جهت اقتصادی زیر فشارند و در هر حال گمان میکنند که اکنون این مسئله تفاهم شاید به توافقی برسه، شاید گشایشی بشود. گرامیان من، مردمی که دشمنانشان را تشخیص ندهند، مردمی که برای زدودن بیچارگی و بدبختی که آنها را به این فلاکت رسانده است، مردمی که میهنی دارند، تاریخی دارند، سرمایه های آفرینشی خدادادی دارند که میتوانند یکی از خوشبخت‌ترین و مرفه‌ترین و آزادترین مردمان جهان باشند، تن دادند به زباله‌های تروریست مستراح بر سر نوروز ستیز ایران سوز ایرانی کش پهلوان کش دشنام به تاریخ ایران بده نابود کننده آثار تاریخی و شادی کند و استقبال کند از غلام بچه که بگوید میلیارد 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 میلیاردهای ما را برای حق مسلم ماست و این همه کشتار خفقان ایرانیان و نابودی زندگی ایرانیان. اکنون شادمانیم که رفته اید همه را تحویل داده اید، دستا را بالا کرده اید. این گونه گمان میکنه به جای اینکه برخیزند و این جانیان را بسوزانند و گریبان خودشان و میهنشان را از این نکبت تاریخی آزاد کنند، میدان میدهند به دزدان، به فاحش زادگان و آخوندزادگان و پاسدارزادگان و تروریست زادگان که غارتگر است و نیستشان هستند، که بگویند این مردم با ما هستند. آریا جان، چند فرتور از این رقاصان هسته‌ای که به خیابان آمدن و شادی کردن نشان بدهید. بله، یعنی ربطی به اکثریت مردم ایران که گرسنه، پا برهنه، کوبیده شده و اینان میگویند خب برای این مسئله میرویم و در این محیط خفقان رقص و آوازی هم به راه میاندازیم و و و تشخیص نمیدهند منافع ملیشان را و اینکه باید چه موضعی بگیرند. کافیست آریای نازنینم. بله، همیهنان نازنین من، تفاهم هسته‌ای حق مسلم ما بردگان ایرانی سکنان. با هم می‌بینیم اتشمنت رو هم میهنانم فراموش نکنیم چرا به این روزگار سیاه فرو افتاده ایم. دستاورد روش انفکران تازه مارکسیستی چپی ها که خود را حسینی می داند، تروریست دستاورد آنان است. با هم ببینیم آریا جان. انما الحیات و عقیدت و جهاد، سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز می کنم.
من که یک مارکسیست لنینیست هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم. اونهایی که فرم غربی را در فرم الهی ترجیح میدن، اینها از اسلام اطلاع ندارن. اونهایی که میگن نمیشد اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای اینکه اسلام را نساختن، نمیفهمن چه میگن. آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. یکی از اموری که باید بشد همین معناست که خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. و پس از این هم تخفیف های دیگر در امور خواهد حاصل شد. لیکن یک قدری باید تعمل کنیم، به این نغمه های باطل گوش نکنیم. اونها حرف می زنن، ما عمل می کنیم. اونها شما را می خوان دلسرد کنن از اسلام. اسلام پشتیبان شماست. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. این خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم. اینها شما را منحط کردند. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دل خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم. اینها شما را منحط کردن. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را. با درودی دیگر باره. بله، توافق هسته‌ای حق مسلم ماست. حالا اگر نشد تفاهم، حالا اگر دائم هم نشد موقت، ما فقط بیاییم و مایه ماندگاری جلادانمان، رپیس‌هایمان و دزدهای اموالمان و نابود کننده کشورمان شد. ما 6 سال پیش را هم فراموش کرده ایم که غیر و قنبیله با پرچم اشغالگران آمده ایم به خیابان. ندا در همان خیابان خون بالا آورده است. شرم بر همه تان. بچه های گل ایرانی را در همان خیابان ها سر بریدند، سینش را شکافتند، بردند به کهریزک فتح المبین کردند با آنان. بی بی سی اهریمنی سردمدار اصلی گوادلوپیا، آن کارتر رو هم که میگوییم زنده زنده روانش بسوزد، او جاروکش آفتابه برداره آنجاست. اکنونم میبینید همش واقع آمریکا و اینجا و آنجا نامش هست، آنجا کمتر نامش به میام میاید. صاحب الله اصلی است. شادی مردم در خیابان‌های تهران
رضایت عمومی از عملکرد تیم مذاکرات اتمی ایران. جوجه رو آخر پاییز میشمارد، اول پاییز نمیشمارد. بله، صدها نفر در تهران شادمانی کردند. از 14-15 میلیون نفر، صدها نفر با آخرین مدل لباس ها و گرانترین اتومبیل ها و گرانترین موتورسیکلت ها که ما اینجا فرتورهایش را داریم میبینیم، ابراز شادمانی کردند. همین بچه های غلام بچه و حسن کفتار بنفش و خاله و عمقزی و دختر خاله و دستیاران این جانیان تروریست محمدی و یا مغز باخته مانند همان روش انفکره 40 سال پیش که دیدید. خانم ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بی بی سی لجن پراکن گزارش داده است. بسیار اظهار شادمانی کرده و توییت کرده: مفتخریم به کاری که این هفته انجام دادیم. بله، رئیستان حسین هم خیلی مفتخر است. اوباما، هیلری کلینتون سر دسته هزار چهرگان حزب دموکرات که این روزها برای چندین موضوع و پولهای میلیارد میلیاردی که به بهانه بنیاد کلینتون و چه و چه از کشورهای مسلمان برادر عربی زنکش حرام سرادار گرفته است، او هم بسیار بسیار اظهار خوشحالی کرده، پشتیبانی کرده. تنها کسی رو که گزارش دادن مخالفت کرده است اسرائیل است. همه موافقم. اسرائیل هم که صهیونیست است، خب مخالف باشد چه می شود؟ جنایتکارانی را که بارها سر شما را کلاه گذاشتند، اکنون برای ما مواد نوشته اید که حتی 4% هم غنی سازی نمی‌کنن. تعهد کردن این کارو کردن، تعهد کردن اون کرد 19000 تا رو 6000 تا. خب چرا 2 سال پیش این کارو نکردید؟ چرا 4 سال پیش این کارو نکردید؟ چرا 5 سال پیش این کارو نکردید؟ یعنی زیر کوه‌ها و تونل‌ها و مخفیگاه‌ها را شما همه می‌روید و همه را برادران، چون مفعول فتوا داده است، همه را در اختیارتان می‌گذارن بروید بررسی کنید. کری جان یا جان کری گفته است تفاهم با ایران برای منطقه حیاتی است. آقای کری جان، شما با ایران و ایرانیان واقعی نه ملاقات کرده اید نه تفاهمی داشته اید. شما قاتل ایرانیان را همواره پشتیبانی کرده اید. نام میهن ما را هزینه نکنید برای دغلکاری هایتان. باید می‌فرمودید تفاهم با آمریکایی کش‌های جمهوری اسلامی برای منطقه حیاتی است. حالا برای ایرانی‌ها هم ارزش قائل نبودید که صدها هزارشان تکه تکه شدند و ریپ شدند و در گورهای جمعی خوابانده شدند و میلیون‌ها ایرانی که از میهنشان گریختند و 20 سال از 30 سال از 40 سال از میهنشان را ندیدند. فدای سر شما گوادلوپیان. ولی شما تفاهم با جمهوری اسلامی تروریستی داعش شیعه داشته اید، نه با ایران. هنگامی می توانستید بگویید ایران که ایران در دست ایرانیان بود، پادشاه ایرانیش در آنجا بود، مفتخر بود خود را فرزند کوروش بزرگ هخامنشی بداند و بنامد، برای او جشن و بزرگ داشت برگزار می کرد، صلح دوست بود مانند نیایش کوروش بزرگ، انسان دوست بود
ایران دوست بود، یهود دوست بود. می توانستید بگوید ایران؟ بله. کری جان گفته است من میدانم که برخی خواهند گفت شاخصهایی که بر سر آن توافق شده کافی نیست. نه کافی است، مردن ایناف است، باور کنید، به همان تخت گاز سوگند. اما این بر عهده آنهاست که گزینه ویژه و قابل قبول دیگری را پیشنهاد دهند که میتواند به نتیجه بهتری بیانجامد. 36 سال است بسیاری از ایرانیان گزینه را به شما گفتند، به دوستان گوادلوپیتان گفتند. بسیاری از آن همان ایرانیان در میان خیابان‌های واشنگتن، اولین ترور در واشنگتن شما شده است از ایرانیان. در خیابان‌های آلمان و سوئیس و ایتالیا و فرانسه و هر کجا که تصورش رو بکنید ترور شدن توسط همان دوستانی که شما باهاشان به تفاهم رسیده اید. تفاهم رو خواهید دید. بله، آنها باید ذخایر اورانیوم غنی شدهشان را تا 98% کاهش دهند. به گونه ای هم میهنانم گزارش شده است و گفته می شود اگر ادعاهای باراک اوباما پرزیدنت آمریکا و وزیر امور خارجه جان کری و دار و دسته‌اش را بپذیریم، جمهوری اسلامی با خفت و خاری و زاری باخته است، تسلیم شده است، شکست خورده است. اگر ادعاهای غلام بچه و رئیسش حسن کفتار بنفش شیعه زادگان تروریست آدمکش که به دروغ و تقیه و فریب کفار به گونه آسمانی باور دارند، اگر سخنان و گزارش های آنها را در نظر بگیریم، نشان از بدبختی و نکبت و ذلت 5 به علاوه 1 1 به علاوه 5 به ویژه آمریکا که سردمدار مذاکره بود، بقیه مخلفات دور بوغلمون بودن. میدانید که مذاکرات بین غلام بچه ظریف و کری جان بود. این گونه است هنگامی که با اهریمن طرفید، این گونه است. هیچگاه نمیدانید دقیقا چیست. کوشای نازنین مطلب کوتاهی را نوشتند، با آگاهیتان میرسانم. امت بیچاره برای صدور بیانیه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی در مذاکرات برای جلوگیری کردن از ساختن بمب اتمی و برداشتن تحریم ها جشن و شادی داشتند و آن را یک برکت و موهبت الهی که عجب با آنها داده است تعبیر نمودند. هنوز قراردادی امضا نشده است. مهم نیست زامبی برده و بعبع کن که مرجع تقلید دارد و فقط به جیبش و به لای پایش و به منافع فردیش میاندیشد، چون مسلمان است و برده زاده است و هرچه هست، مهم نیست که اصلا چه شده است. او فقط باید بیاید آنجا و بردگیش را ثابت کند. ولی همانهایی که 35 سال مرگ بر این و آن گفتند و تحریم اقتصادی را کاغذ پاره بیخاصیت به حساب آوردند، به سفارتخانه ها حمله کردند و گروگان گرفتند، اکنون همه شعارها و ادعاهای خود را فراموش نموده و برای یک بیانیه که نشان دهنده 36 سال ادعاهای توهی و رفتار غیر انسانی خودشان است جشن گرفتند. هم مزدور این ویژگی را دارد، هم برده. حال باید ببینید از کدام دسته هستند آنان.
دختران و پسران جوان با یا مهدی ادرکنی بر روی پیشانیشان به خیابان ریختن و آن نشان عنکبوت را هم بر میان پرچم ایران بالای سر گرفتند. بردزادگان ننگتان باد. دستیار جنایتکاران و قاتلان ندا و اشکان و سهراب و همه اون فرزندان یگانه که برای آزادی من و شما جان گذاشتند و شما ننگتان باد. بدبختی و نادانی خود مردم همراه با اهداف شوم رژیم برای گسترش انقلاب شیعی در خاورمیانه مردم را بیچاره تر از آنچه بودند نموده است. نمیدانند چه میگویند. مانند یک عروسک خیمه شب بازی، هرچه نماینده الله و اهل بیت بخواهد آنها هم میخواهند. هم مرگ بر آمریکا میگویند و انرژی هسته‌ای حق مسلمات فریاد میزنند و هم برای تندر دادن به خواسته های شیطان بزرگ جشن میگیرند بدون آنکه با آنچه گفتند و کردند توجهی داشته باشند. نیازی ندارند چون شیعه‌اند. یعنی برده بره بابکن ریپیست هایشانند. نیازی ندارند که به چیزی بیاندیشند. آنچه از تلاش های پنج به علاوه یک و جمهوری اسلامی در چند سال اخیر که تحریم ها به طور مؤثر به اجرا گذاشته شده است برمی آید. غرب با سه هدف اصلی در این مذاکرات شرکت می کند: اهداف اقتصادی، اهداف امنیتی و سیاست مهار دوگانه. یکی از پایه های اصلی سیاست غرب در پیوند با مشکل خاورمیانه اعمال سیاست مهار نمودن دو جانبه است، بدین معنا که دو رقیب در درگیری‌های خاورمیانه باید همواره در سطح تقریبا مساوی نگهداری شوند. دقیقاً اون 8 سال جنگ ایران عراق یادتان هست؟ این ور ترازو کمی سنگین‌تر شد، بود دوباره اون ور دو تا وزنه بذار که بیاد بالا و شما فقط از سر بفروش. ها 1 میلیون منفجر شدن، تکه تکه شدن. هنوز بعد از 20-30 سال تمام آن منطقه مینگذاری ایرانیان دارند. کودکان، پیر، جوان کشته میشوند. چوپان ها، روستاییان. مهم نیست. تعادل باید برقرار باشد بین باله شیعه و باله سنی. با این روش برنده و پیروزی که به قدرت اصلی تبدیل شود و برای منافع غرب دردسر ایجاد نماید به وجود نیاید. این روش برای کنترل بازار نفت و فروش سلاح و حفظ امنیت اسرائیل و منافع اقتصادی و ژئوپالیتیکس غرب اساس و پایه اصلی سیاست غرب بوده است. هنوز هم هست و تا زمانی که امکان داشته باشد ادامه خواهد یافت و برای ادامه دادن آن هر شگردی را به کار خواهند برد. این کمبود منطق و عقل که نتیجه اسلام زدگی ملت‌های خاورمیانه است در این جوامع یک نوع ناتوانی فکری عمومی در سراسر منطقه به وجود آورده است که به غرب و شرق امکان می‌دهد از راه‌های گوناگون از این ناهنجاری‌های فرهنگی و فکری برای منافع خود بهره برداری نمایند. کارشناسان و متخصصان و مشاوران امور فرهنگی خاورمیانه از جمله اسلام شناسان در کشورهای غربی برای نشان دادن راه و نقشه راه برای معامله با کشورهای خاورمیانه در لندن و واشنگتن جمع شدند و به کار مشغولند. تازه غلام بچه هایی مانند ترترتازی و چیزهای دیگر هم که اونجا آمادند. زن و مرد، آمریکایی کش و غیر آمریکایی کش، پاسدار جنایتکاری که
تا دهه یکم انقلاب که دهه کشتار و قتل عام ایرانیان بوده است و آمریکای کشی بوده است و انفجار اینجا و آنجا بوده است، آوردن بستر گذاشتن اینجا تحلیلگر نویسنده و حقوق بشری شده است، بقیه که دیگر تکلیفشان روشن است. پونزی را میگویم، اکبر پونزی، بنیانگذار سپاه محافظ جنایت اسلام و تازیان در ایران، این سازگارا از این انگل که متفکر شده است و فیلسوف شده است و نظریه پرداز شده است و حقوق بشری شده است و چه و چه شده است و با منقلیا خیلی مصاحبه دارد و و و بله. اکنون جمهوری اسلامی به سبب مشکلات مالی و تحریم توان عملیش در برابر سنی ها در خاورمیانه رو به کاهش است و برای متعادل نمودن این دو نیرو برای ادامه رقابت باید تغییراتی صورت بگیرد. حل نشدن مشکل بمب اتمی ممکن است اسرائیل را وادار به بمباران مراکز اتمی ایران نماید که در نتیجه آن شرایط مهار دو جانبه بدتر از آنچه که اکنون هست خواهد شد و نیروهای سنی دست بالا را به دست خواهند آورد و با توجه به بیرون آمدن نیروهای ناتو از افغانستان و بازگشت طالبان دست سنی ها بسیار توانمندتر خواهد شد و جمهوری اسلامی ناچار است این واقعیات را در محاسبات خود در نظر داشته باشد و غرب نیز به این مشکل آگاه است و برای حفظ تعادل و مهار دو جانبه حاضر شده است اجازه دهد جمهوری اسلامی 5000 سانتریفیوژ 6104 تا کوشای نازنین از نوع قدیمی را نگاه دارد، ولی جمهوری اسلامی از رویای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بردارد و بازرسان بین المللی به هر محلی که شک کنند سرزده وارد شدن محل را بازرسی نماید. این مذاکرات با مسائل بسیاری از جمله منافع روسیه و امنیت اسرائیل و اقتصاد غرب از جمله بهای نفت و تعادل قوا و مهار آنها در خاورمیانه بستگی دارد. جمله برنده شدن همه طرف ها در این مذاکرات در پیوند با این وابستگی هاست. با اهریمن پیمان بستن و اهریمن اعتماد نمودن، اهریمن را پرورش دادن، فقط پایانش تباهی و سیاهی بیشتر خواهد شد. از آریا جان خواهش میکنم، آریای نازنینم، شماره 3 رو آماده داشته باشید. یک جهان سپاسگزارم از یاران نازنینمان بانو و کتبان ایران یار. $100 در پاسخ مچ اعلام یاری کردند با درودهای بسیار خدمت بانوی دلاور سنگر بیداری، بانو صفاری نازنین. امیدواریم همان گونه که هم میهنان یهودی من از امشب به مدت 8 روز سال روز آزادیشان را از اسارت فرعونیان جشن می‌گیرند، در این سال نوی جمشیدی با خیزش و رستاخیز ایرانیان دلاور و وطن پرست، ملت بیدار شده ایران سرزمین مادری را از چنگال این جنایتکاران و تازی پرستان مسلمانان وحشی و ایرانی کش رهایی بخشند. امیدوارم و ایدون باد نجاست و کثافت خوکای جهان بر جنایت نامه و آموزه های اهریمنی اسلام. ما مسلمان نیستیم، ایرانی هستیم. امیهران نازنینم، از این که نباید فراموش کنیم چرا اینجا ایستاده ایم و با چه فجایعی در این 36 سال روبرو بوده ایم و هنوز نمیدانیم تا روزی که زنده ایم باید گواه
چه فجایع دیگری باشی. کلیپی را برگزیدم بعد از آن کلیپ نخستین که دیدید، باز برای ما یادآوری است گوادلوپیان و این که از کجا آغاز شد و ترجیح میدهم فعلا چیزی نگویم. میخواستم چیزی بگویم اما بله. شماره 3 را آریا جان با هم ببینیم. نمیتونیم تحمل کنیم این مطلبی را که آقایان میخوان با اون مغزهایی که در اروپا تربیت شده است درست میکنن. ما میخوان اسلام را تربیت بکنیم. اینها از یکی از اینا آمده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخری ها را.
اونا ای که آقا خلقالی مسلمان خوشتن، اینا باید توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله. لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله. 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله، 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 گردن میزنن به امر رسول الله. آرینشان اینا، آرینشان اینا، آموزه‌هایشان اینا، آموزه‌هایشان اینا، آموزه‌هایشان اینا، آموزه‌هایشان، آرینشان اینا، آرینشان اینا، آموزه‌هایشان اینا، آموزه‌هایشان اینا، آموزه‌هایشان اینا، آرینشان اینا، آرینشان اینا، آموزه‌هایشان اینا، آموزه‌هایشان اینا، آموزه‌هایشان اینا، آرینشان اینا، آرینشان اینا، آموزه‌هایشان اینا، آموزه‌هایشان. بله، نخستین صحنه های داعشی اسلام. ولی دوستان گوادلوپی گویا تازه یک چند ماهی است با داعش آشنا شدند. گناه من این بود که برای میهنم بلند پروازی می کردم و مرا متهم به داشتن جاه طلبی های شخصی می کردند. مگر نه این است که احتمال زنده ماندنم تا پایان این طرح‌های طویل المدت ناچیز بود. من برای خودم هیچ نمی‌خواستم. هدف و آرزوی من این بود که همه پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین آینده ایران انجام شود، که وحدت و تمامیت ایران تضمین گردد، که ایرانیان مرفه باشند. محمد رضا شاه پهلوی از پاسخ به تاریخ. یک جهان سپاسگزارم از یار نازنینمان بانو لیلای عزیز. 50 دلار اعلام یاری کردند در پاسخ مچ بانو کردیه گرامی. شرم به پرزیدنت حسین اوباما، با این که خود به اسلام و اذان و قرآن بی نهایت علاقمنده است و در کودکی هم با آیه های قرآن بزرگ شده است، یا نمی داند یا خود را به نادانی می زند که با آخوند و ملا جماعت گفتگو می کند و گول خدعه
ایشان را می‌خورد و جهان را با این کار خود به خطرهای بیشتری می‌اندازد. تف بر اسلام و باورمندان به جنایتکار به این آموزه‌های اهریمنی. من مسلمان نیستم، ایرانیم. امیهران رازنینم، توجه داشته باشید، $500 اعلام مچ از سوی بانو کردیه عزیزم، در واقع در برنامه پیشین 2 روز پیش اعلام شد. در این 2 روز هیچ یاری اعلام نشد و برای پاسخگویی به اعلام مچه ایشان. و امروز هم دیگر نزدیکی های پایان برنامه هستیم. 3 یار ما تا کنون جمعاً $250 اعلام یاری و تعهد کردند و پاسخ مچه بانو کردی عزیزم. نمیدانم چند روز دیگر باید طول بکشد تا بانو کردی به تنهایی $500 اعلام یاری کند، به ویژه در این شرایط بد و حساس مالی سنگر بیداری. و چندین همیهن ما هر کدام با $50 یا $100 به هر شکلی پاسخ این $500 هنوز داده نشده است. بله. توافق هسته‌ای حق مسلم ماست، حالا بقیه چیزا دیگه حق ما نیست. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز آدینه امروز هشدار داد این موضوع مهم که در پی توافق بر سر چارچوب توافقنامه نهایی هسته‌ای تحریم‌های فلج کننده اعمال شده علیه رژیم ایران چه زمانی لغو خواهد شد هنوز حل نشده است. حسن کفتار بنفش گفته است گفتن فوری لغو خواهد شد. فابیوس در گفتگو با یک رادیوی اروپایی گفت رژیم ایران می‌خواهد تحریم‌ها فوراً برداشته شود. ما با آنها می‌گوییم اگر شما با آنچه توافق کرده اید پایبند باشید ما تحریم‌ها را کاهش خواهیم داد، اما اگر به تعهداتتان پابند نباشید به طور قطع ما می‌توانیم به وضعیت قبل بازگردیم. فابیوس گفت در این باره هنوز توافق نشده است چون هنوز به پایان راه نرسیده ایم. خب بخشایی هم از اظهارات این طرفی ها و آن طرفی ها. عراقچی معاون وزیر خارجه اشغالگران یعنی معاون غلام بچه محمد جواد، او گفت ادعای غربی ها درباره تحریم ها درست نیست و تمامی تحریم ها در روز اول توافق لغو خواهد شد. حالا آقای لوران فابیوس گفته است تحریم ها فوراً برداشته نخواهد شد، اگر آنها پایبند بودند تحریم ها را کاهش خواهیم داد، یعنی استپ بای استپ. عراقچی میگوید نخیر، این گونه نیست، هنوز خوش نشده است زیر این حق مسلم ماست، هنوز 24 ساعت نشده است. او گفت در بیانیه صراحتاً از لفظ ترمینیت استفاده شده است، انگلیسیش هم خوب شده از عراقچی. بله این هم از عراقچی. حالا من نمیدونم عراقچی هست به ایران چه ربطی دارد، ولی مال عراق است و چی هست و برای ایران صحبت میکند. حال از عمه جان اصلی بپرسید. وزیر دفاع انگلیس گفت تحریم ها علیه رژیم ایران فعلا رفع نخواهد شد. عراقچی مایکل فالون گفت به طور بالقوه این توافقنامه از ایجاد رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه جلوگیری می‌کند. به طور بالقوه درباره تحریم‌ها گفت این توافق باید نخست در معرض راستی آزمایی قرار بگیرد.
تحریم ها تا زمانی که پیشرفت های مورد موافقت با رژیم ایران حاصل نشوند برداشته نخواهد شد، ولی بردزادگان ماشین های 100 میلیون تومانی سوار می شوند. آمده بودن رقص و پایکوبی. البته ما با مردم ایران سر جنگ نداریم، نه، شما این آخوندها را پرورانده اید و آنجا گذاشته اید برای خوشبختی مردم ایران، به ویژه شما در جزیره اهریمنی با آن عفریت عجوزه 100 ساله تان. حسن کفتار بنفش گفته است به وعده های توافق هسته‌ای عمل خواهیم کرد. یعنی این آن حسنی نیست که در نشسته سعدآباد سر همه شما گوادلوپیان را کلاه گذاشت، میگوید عمل خواهیم کرد. بنابراین شما هم بپذید، چون یک مستراح سفید هم بر سر دارد، یعنی مستقیم جنش میرسد به محمد عبدالله راهزن. بسیار هم افتخار آمیز است البته این مسئله. بله، او میگوید راکتور عراق با فناوری مدرنتر فعال خواهد شد. این فریبکاران را ببینید، از آن گفتند چنجش خواهند کرد، اربابان گوادلوبی به چیز دیگری تبدیل خواهند. اما این به اون بردگان که بگوید ما پیروز شدیم حق مسلم و باز هم میلیاردهای شما بچه برده های مجوس را بگیریم ببریم خرج بشار اسد و تروریست ها در یمن و همه جنایتکاران فلسطینی از هر گروهش که هستند، از حماس و غیره، که بعد بروند بلافاصله ابراز ارادت و همسویی با العربستانیه بکنند، پولها را از مجوسان در ایران بگیرند، چون حرامزادگان هم نژادشان ایران را در اشغال دارند، و بعد سر هر موضوعی خلیج پارس را بگویند خلیج و هواداری از بخش سنی بکنند بر ضد رافضی ها. بله، راکتور اتمی مدرن خواهد شد، باز خواهد ماند فردو، فردو برای همیشه باز خواهد ماند. حالا برای چه باز خواهد ماند؟ باز هم به برده های رقاص وسط خیابان نمیگویند. حسن کفتار بنفش گفته است این گام نخست ما برای تعامل با جهان است. پس این 36 سال چرا جفتک می انداختید؟ پروژه ایتان همان بوده است که آن کارها رو بکنید بعد برسد به اینجا و همه را با هزینه ایران و ملت ایران و دارایی های ایران و نام ایران و شکوه ایران توف بران دینتان لجنهای مسلمان محمدی تازی. بله، ما گفته بودیم که هم سانتریفیوژ باید بچرخد هم زندگی مردم بچرخد، اما سانتریفیوژاتون که رهبر مفعولتان گفته بود 19 هزار تا کمه، باید 190 هزار تا بشه، چرا اومده شده 6 هزار تا؟ توف بر دینتان و فرهنگ نداشته یتان و وجود کثیف و دشمنتان در میهن ما.
4.5 میلیارد فقط در این 3-4 سال گذشته صرف نابودی سوریه و کشتار و قتل عام بچه های آنجا شده است، از پول بردگان ایرانی. 4.5 میلیارد نزدیک 5 میلیارد دلار. آنگاه مردم ایران نمی توانند نیم کیلو آجیل برای خان نوروزیشان بخرند، 4 عدد میوه بخرند. آن رقاصان وسط خیابان با اتومبیل ها و سر و لباس و قیافه ها و صورت های جراح پلاستیک شده نمیگویم، اما ملت ایران را میگویم، در سیستان و بلوچستان را میگویم، در کویر سوخته ایران را میگویم، در خوزستان نابود شده من را میگویم، در روستاهای کوچک و بزرگ و شهرهای کوچک و بزرگ همه جای ایران، از خراسان و گلستان و گیلان و مازندران و آذربایجان و کردستان و ایلام و همه جا میگویم. آن بند انگشت های قطع شده بچه های لور زیبای ایرانی را میگویم. آن خود فروش های مفتخر به بردگی اراذل و اوباش تازی را نمیگویم. آنان از جنس ملت ایران نیستند. در یک برنامه تلویزیونی شنبه شب امشب، یعنی همین چند ساعت پیش آلمان، کلاوس کلبر گوینده خبر کانال ZDF آلمان در ارتباط مستقیم با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از او پرسید: تاریخ ده ها سال اخیر رژیم ایران با فریبکاری و نیرنگ گذشته است. درباره برنامه غنی‌سازی اورانیوم آنها نیز همیشه همین بوده است. با این حساب چطور می‌خواهید اعتماد کنید که این توافق از امنیت لازم برخوردار است و رژیم ایران به تعهدات خود عمل می‌کند؟ اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید: دقت کنید، مسئله ما در این توافق مسئله اعتماد نیست، یعنی اعتماد سازی وجود ندارد، بلکه این توافق بر اصل نظارت و کنترل استوار شده است. وقتی که دیگر شرم ندارید انسان چه بگوید دیگر؟ صنایع آلمان منتظر نتیجه بودند. اکنون نمیدونیم صنایع چیکار کردن، اونها هم عربی رقصیدن یا نه. مطالب بسیار است همیانانم و زمان رو به پایان، و هنوز 500 دلاری که از 3 روز پیش بانو کردیه نازنینم برای یاری رسانی فوری به سنگر برای چندمین بار در ماه مارچ که اکنون رسیده ایم به اپریل، هنوز برابر آن به اعلام یاری نشده است. نکند گرامیان من شما هم شاد شده اید از این تفاهم حق مسلم؟ بله. محمد جواد از مردمی که در خیابان شادی کردند و رقصیدند و عربی قر دادند و روسری ها را کنار کشیدند و ماتیک های قرمز زده اند و در آنجا دیگر نه اسلام ترک خورده است نه میبرند تازیانه میزنند، خیلی سپاسگزاری کرده است از این مهر و محبت مردم و از استقباری که از این قهرمان ملیشان غلام بچه کردند. خب همیهنان نازنین من، مطالب اساسی است، نمیخواهم به عجله با آنها رد شوم. در هر حال میگذاریم و قرعه کشی هم برای سه‌شنبه شب هست، 14 سهم هست، با قرعه کشی خواهیم کرد و
و یارانی که یاری رساندن در واقع دیگر نامشان نوشته نخواهد شد برای قرعه کشی، چون من میخواستم امروز قرعه کشی کنم و زمان نداشتیم و سه شنبه حتما این کار رو خواهیم کرد. سپاسگزارم هم میهنانم از توجهتون برنامه امروز و بیش از 25,000 جنگجوی خارجی به داعش و القاعده پیوستند. از این کشورهای پنج به علاوه یک و هشت و منهای دو ها و خبرهای دیگر. از آریای نازنینم خواهش بکنم آریا جان، در هر حال ما هنوز در نوروزی سیزده بدر رو که با حق مسلم فعلا گذراندیم، چون دوستان گوادلوپی و عرب اشغالگر مسلمان شیعه سیزده بدر را در لوزان به جای همه زدند و رقصیدند و حتما یه سبزه چیزی هم گره زدند با هم دیگه. اما معمولا همه ماه فروردین همچنان می توانیم به یکدیگر شاد باش نوروز بگوییم، نوروز پیروز بگوییم، آرزوی شادی برای سال نو برای یکدیگر بکنیم و ترانه زیبایی رو در پایان با هم می شنویم. پیشکش می کنم به یاران راستین و همدل و میهن پرست در سنگر بیداری و امیدوار هستم که ایرانیان از خواب مرگ و ننگ بردگی هرچه زودتر، آنانی که هنوز در خواب ماندند و یا خود را به خواب زدند،